سلام و درود دارم به شما همه هموطنان عزیزم در داخل و خارج از ایران در همه جای جهان، باز هم در تلویزیون ایران فردا و برنامه امروز و فردای ایران، و خوشحالم که با شما هستم. امشب شب چهارشنبه سوری است، یکی از اعیاد بزرگ ایرانی ها قبل از سال نو، یعنی بزرگترین عید ایرانی های قبل از سال نو، و من میخواستم که در رابطه با همین مسئله چهارشنبه سوری با شما یه صحبتی رو کرده باشم. رو صفحه فیسبوکم یک مطلبی رو در رابطه با چهارشنبه سوری گذاشتم که مربوط به داستان سیاوش و پدرش کیکاووسه. میدونید که گفته میشه که سیاوش یکی از مظلوم ترین چهره های تاریخ باستانی ماست، و زمانی که به دلایلی متهم میشه که کار خلافی رو انجام داده، پیش پدرش به غضب گرفتار میشه و پدرش میخواسته نبخشتش، که سیاوش میگه که برای اینکه بدونید من بیگناه هستم، من رو امتحان کنید. امتحانی که خودش پیشنهاد میکنه به پدرش کیکاووس این بوده که بیایید 7 تونل آتش بگذارید و من از داخل این 7 تونل آتش بگذارم. اگر من زنده بیرون آمدم، شما بدونید که من گناهکار نیستم. پدر قبول میکنه و سیاوش از داخل این 7 تونل آتش رد میشه و وقتی بیرون میاد شروع میکنم، پدر میبینه که این آدم بیگناهی بوده، میگه که خب ما امروز رو که همین امشب چهارشنبه سوری است به مردم سور میدیم و شادی میکنیم و عید میگیریم که پسر کیکاووس، یعنی همون سیاوش، نه تنها بخشیده شده بلکه پاکی خودش رو ثابت کرده. به همین دلیلی که الان ما چهارشنبه سوری رو وقتی میبینید که 7 بوته آتش میگذاریم و از روش میپریم، به همون سمبل 7 تونل آتشه که در ایران باستان برای اینکه از آلودگی پاک بشن از این داخل 7 تونل میگذشتن و حالا از داخل روی این 7 بوته قدم برمیدارن. ولی این مفهوم چرا وجود داره؟ این سمبل پاکی ایرانی ها بوده، چرا آخوندها و حکومتی ها باش مخالفن؟ این یه چرای خیلی بزرگیه، دلیلش خیلی روشنه، طبیعی هم هست. به هر حال روشنایی در مقابل تاریکی است، همینطوری که بوته های چهارشنبه سوری نشون میده. وقتی روشن میشه، اونهایی که تاریکن ازش وحشت میکنن. پاکی در مقابل ناپاکی است. وقتی آلودگی دیگه وجود داره، پاکی در مقابلش میاد، اونها ازش وحشت میکنن. به هر حال این سفیدی و سیاهی که باز در همین زمین است، میبینیم که هر موقعی که پاکی در مقابل ناپاکی است، مسئولان جمهوری اسلامی در مقابلش میستن، چون همگی آلوده، ناپاک و تاریک هستن. ولی ما ایرانی هایی که میخوایم این سفیدی رو در مقابل سیاهی، این ناپاکی رو در مقابل پاکی، این روشنایی رو در مقابل تاریکی قرار بدیم، چی میگیم در عمل؟ ما خیلی روشن میگیم که ما یک همبستگی مشترک داریم با هم دیگه. این همبستگی مشترک ماست که ما رو در مقابل حکومت آلوده جمهوری اسلامی حفظ میکنه
و جمهوری اسلامی در تمام این 40 سال گذشته خودش نتونسته که این جشن روشنایی رو از بین ببره. و می‌بینیم که هر سال بیشتر و بیشتر میشه، مردم بیشتری شرکت میکنن و این شادی، این روشنایی، این پاکی در مقابل آلودگی و تاریکی و ناپاکی برای جمهوری اسلامی خطرات بیشتری رو به وجود میاره و اونها رو نگرانتر میکنه. میبینیم هر سال قبل از این ماجرا دستورها صادر میشه، بخشنامه ها صادر میشه، بگیر و به بندها به وجود میاد، همه اینها ایجاد میشه. ولی اجازه بدید که من همینجا باز برگردم به یه نکته دیگه. اگر ما فکر میکنیم همه ما که میبینیم که از گروه ها و تفکرات و جایگاه های مختلف که هستیم در این جشن ها شرکت میکنیم، یک معنی بیشتر نداره. معنیش همون همبستگی مشترکه. ولی در مقابل همبستگی مشترک، درد مشترک هم هست. آیا ما در درد مشترک هم با همدیگه شریک هستیم؟ همین چند روز پیش، پنجشنبه گذشته، 17 اسفند و 8 مارس بود. 8 مارس روز زن بود. گروهی که به ظاهر اندک یا بسیار اندک بودند در مقابل وزارت کار حضور پیدا کردند. ولی این گروه اندک نماینده یک اقیانوس فکری بودند. شجاعت و شهامت یک دریای بزرگ رو داشتن. اینا کی بودن؟ اینا کیا بودن که آمدند؟ اینا کیا بودن که به زندان رفتن و میدونستن به زندان میرن؟ میدونستن شکنجه میشن؟ میدونستن مورد توهین و تحقیر قرار میگیرن؟ ولی فکر کنید واقعا اینا کیا بودن؟ اینا هیچکی نبودن. یک تعداد زن بودن، یک تعدادی مرد بودن. اینها 80 میلیون نبودن. اینها نماینده 40 میلیون زن و 40 میلیون مرد نبودن. اینها نماینده های خودشون بودن، نماینده های شخصیت هایی که امروز تجلی پیدا کرده. نماینده زن ها بودن، نماینده مرد ها بودن، نماینده کارگر ها بودن، نماینده معلم ها بودن، نماینده های مختلف اقشار جامعه بودند، نماینده نظامی ها بودند، نماینده سپاهی ها بودند، بسیجی ها بودند، استادان بودند، فیلسوفان بودند، متفکران، نماینده همه بودند. اینی که من میگم که نماینده نظامی و بسیج و سپاه هم بودند، دقت بکنیم روش، بودند واقعا. فکر نکنیم که همه اونا در مقابل مردم ایستادن، ابدا چنین نیست. شما نگاه بکنید در داخل همین خانواده های اونها، ببینید که چقدر با اینها مخالف هستن. با اون سرکردگان منظورمه و اینا در بین مردم هستن و اینها بودن که دوش به دوش اون گروه های کوچک آمدند ایستادند، خواست های خودشون رو مطرح کردند. درد مشترک یعنی این. اینا جمله ها ممکنه که با همدیگه مقابل هم قرار بگیره، ولی چقدر خوبه که در مقابل هم قرار میگیره. همونطوری که روشنایی و تاریکی، سفیدی و سیاهی در مقابل هم قرار میگیره، اینجا هم همونه. درد مشترک در مقابل همبستگی مشترکه. ما اگر که همبستگی مشترک با همدیگه داریم، ما اگر که عیدهای خودمون رو با این شکوه و عظمت برقرار میکنیم، طبیعی است که درد مشترکمون هم راحت با هم تقسیم بکنیم. تقسیم درد مشترکی که ما رو به یک مرحله تعالی میرسونه، در یک ایستادگی تقویتمون میکنه، حمایتمون میکنه، شجاعت و شهامتمون رو مطرح میکنه و بروز میده. من یاد سخن شاملو افتادم که میگه که من با تو سخن میگویم. آره، واقعیت قضیه همینه و امیدوار هستم که این درد مشترک در مقابل این همبستگی مشترک یک معنی مشخصی پیدا بکنه که هر کدوم ما
روزی داریم، روز کارگر داریم، روز زن داریم، روز معلم داریم، روز ارتش داریم، روز نمیدونم، هر کدوم در تاریخ یک روزی به نام ما هست، چه اونهایی که در سازمان ملل متحد هست، چه اونهایی که در جمهوری اسلامی یا در ایران و قدیم و ایران باستان بوده، همه اینها روز خودشون رو دارن. ولی همه این روزها برای ارتقاء مراحل انسانی است. همه این روزها برای اینه که ما بتونیم تقدیر بکنیم از اون قشری که در اون جامعه داره زحمت میکشه، داره تلاش میکنه. ولی این مجموعه وقتی که همه در یک همبستگی مشترک آمدند و این عید رو، این جشن رو به وجود آوردن، اونجاست که یک معنی مشترک هم پیدا میکنه و اون معنی جمع شدنیه که در مقابل یک سیاهی قرار بگیریم و در مقابل یک ناپاکی که ما خودمون رو پاک میدونیم، این تاریخ ماست، این هویت ماست، اونجا بتونیم با هم دیگه باشیم. اجازه بدید من یه نکته ای رو خدمتتون بگم. چندی پیش در پاریس تظاهراتی بود، شاید واسهتون گفته باشم بازم، ولی عیبی نداره گفتنش، عیبی نداره یاداوریش. این تظاهرات مال بازنشسته ها بود، یعنی اونهایی که سنشون 65 سال به بالاست تا 100 سالگی و بیشتر، و اینها برای حق و حقوق خودشون آمده بودن توی خیابون تظاهرات میکردن. در بین اینها یک دختر 23 ساله بود. خبرنگار رفت سراغ این دختر و گفتش که من تعجب میکنم، تو اینجا چی کار میکنی؟ تو که سنده چند سالته؟ گفت 23 سالمه. گفتش که تو پس در نتیجه در بین جمع بازنشسته ها اصلا معنی داره حضورت؟ اگه اعتراض دانشجوها بود، اگه اعتراض جوانها بود، اگه اعتراض نمیدونم به خواستهایی بودش که طیف فکری شما، طبقه اجتماعی شما میخواست، عیبی نداشت. ولی شما اینجا چی کار میکنی؟ گفتش که من سنم کمه، ولی شعورم که کم نیست. من اگر که در این سن خودم از این گروهی که بازنشسته هستن و جز پدر و مادرهای من هستن حمایت نکنم، اگر اونها برای خواستهای من نیستن و از من حمایت نکنن، ما اسممون یک ملت نیست، ما همبستگی مشترکی با هم دیگه نداریم. ما چی با هم دیگه داریم که باید که بتونیم که نشون بدیم که از یک جامعه هستیم، یک سری خواستهای مشترک داریم و باید اینها رو از حکومتمون بخوایم، در مقابل حکومتمون اگر که اینها رو به ما نمیده بیستیم؟ اینجاست که من فکر میکنم که اون همبستگی مشترک که بسیار ارزشمنده، در مقابلش درد مشترک هم هست که ما در اونجا با همدیگه بتونیم همکاری بکنیم، همدیگه رو حمایت بکنیم. چهارشنبه سوریتون بازم مبارک. بسیار سپاسگزارم. Bom chum chum 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 bom chum ch